خواسته قیام ملی بر ضد امریکا و طالبان. ولسی‌گرگان میگوید مردم هر دو سوی خط فرضی ایران باید بر ضد امریکا و طالبان قیام کنند. یو مسلح قیام وکړو د پاکستان په ضد او د امریکا په ضد تر کله پورې چې افغانانو اے طالبانو چې راځئ ولې موږ یو بل سره وژنو، راځئ چې خپل اساسي دشمن پاکستان وژنو. ادامه درگیری ها میان طالبان و نیروهای امنیتی. شورای عالی مصالحه ملی میگوید تصرف مناطق از سوی طالبان پلان عمدی حکومت و امریکا نیست. سوال پیش در ذهن مردم همی بود که یک برنامه قصدی از طرف حکومت و در جایی میگفتند که از حکومت و ایالات متحده امریکا است. با می شناختی که از وضعیت داریم، با معلوماتی که در قضیه داریم، خب واضح است که اگر خدا نخواسته برداشت ما همی می بود، بازی مسئولیت تاریخی خود در برابر خدا و مردم ادا میکردیم، میگفتیم همینطور یک وضعیت است. و حملات هوایی نیروهای امریکایی بر عراق و سوریه. امریکا میگوید که در عراق و سوریه جنگجویان طرفدار ایران را هدف قرار داده است. به نام خدا و با عرض سلام به بخش خبرهای دری کابل نیوز خوش آمدید. من خاطر احمدی هستم با ادامه خبرهای این ساعت. اعضای ولسی جرگه میگویند که مردم مستقر در هر دو سوی خط فرضی دیورند باید بر ضد امریکا و پاکستان قیام مسلحانه کنند. اعضای جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه به امریکا و پاکستان را متهم کردند که جنگ آنان توسط طالبان مسلح در افغانستان جریان دارد و به گفته آنها نیاز است تا مردم در برابر این کشورها قیام کنند و جلو پلانهای شوم آنان را بگیرند. وکیلان تاکید داشتند که به عوض قیامهای مسلحانه مردم به حمایت از نیروهای امنیتی در برخی از ولایات باید نیروهای امنیتی تقویت شوند و یا هم این خیزش ها در چوکات قانون تحت کنترل دولت بیایند و در غیر آن این حرکت های ملیشه‌ای افغانستان را به سوی ملک التوایفی سوق می دهد. همزمان با تشدید جنگ در افغانستان، ولسی جرگه آمریکا و پاکستان را متهم می‌کند که عاملین اصلی وضعیت جاری در افغانستان همین دو کشورند. اعضای ولسی جرگه از باشندگان هر دو طرف دوره می‌خواهند که بر ضد آمریکا و پاکستان قیام گسترده مردمی را آغاز کنند. وکلا تاکید میکنند که آمریکا و پاکستان در عقب تمامی بدبختی ها در افغانستان دست دارند و اکنون نیاز است که مردم دلیر کشور با قیام های مسلحانه جلو اهداف شوم این دو کشور را بگیرند. راځئ چې یو مسلح قیام وکړو د پاکستان په ضد او د امریکا په ضد تر کله پورې چې افغانانو اے طالبانو چې راځئ ولې موږ یو بل سره وژنو، راځئ چې خپل اساسي دشمن پاکستان وژنو چې یا موږ د دې نړۍ نه ختم کړي او یا پاکستان ختم کړو. افغانانو یو ځل بیا در باندې د ملي قیام غږ کوم چې راځئ چې یو د پاکستان په ضد او د امریکا په ضد. نن چې کومې لوبې روانې کړې په افغانستان کې، دا پاکستان روانې کړې او دا امریکایانو روانې کړې. به این شک ما نداره که جنگ امریکا رهبری میکنه، گرداننده اصلیش هم کاخ سفید است. به هر طرفی که بخواه با چیری صلح دوست در رسانه ها از طریق پاکستان رهبری میکنه. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه به حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان 30 ثانیه در جاهای خود استاد شدند و برخی وکلا به هدف دادن روحیه به سربازان افغان کلاهای نظامی آنان را بر سر کرده بودند. خپل سربازانو د افتخار باندې پر خپل ځایونو باندې دیش ثانیه دریجو. اعضای ولسی جرګه میگویند جنگ جوری در افغانستان را خارجی‌ها آغاز کرده اند و به شمول کشورهای منطقه جامعه جهانی را نیز در آن دخیل میخوانند و تاکید دارند که شب گذشته اسلحه و مهمات نظامی از طریق منطقه سرحدی ذوالفقار ایران به افغانستان انتقال داده شده است و میان نیروهای امنیتی افغان و ایران هنگام انتقال درگیری نیز صورت گرفته است. برخی دیگری از وکلا هنوز هم بر سقوط ولسوالی‌ها به دست طالبان شک دارند که این مسئله ناشی از معامله میان حکومت افغانستان و آمریکا می باشد.
جنگ طالب نیست، جنگ آیسای پاکستان است، جنگ سپاه پاسداران است. دینش جناب رئیس فیلمی که پیش ما هست ساعت 1 بجه از دنی ذوالفقار از طرف ایران سلا داخل افغانستان شد. میتونه وزارت خارجه سفیر ایران بخواه بگو دو سرباز شما به تانی کند سوخته دینش ساعت 1 کشته شد، داخل خاک کی بود؟ یک تبانی میان امریکایی‌ها و یک حلقه خاص در درون دولت وجود داره تا این پروژه طالب سازی را به پیش ببرند. ای عقب نشینی ها تسلیم دهی است یا عقب نشینی؟ و دلیلی از این که نفس صدور حکم عقب نشینی دلیل خودش دلیل تسلیم بر تسلیم دهی است. نشست عمومی روز دوشنبه که برای بحث بر اجماع سیاسی و قیام‌های مردمی اختصاص یافته بود، نظریات وکلا در آن متفاوت بود. شمار از وکلا قیام‌های مردمی را به نفع حکومت خواندند، اما برخی دیگر آنان تاکید داشتند که قیام‌های مردمی تلاش ملیشه‌سازی است که افغانستان را به ملک و طوایفی سوق می‌دهد. وکلا به کمیسیون امنیتی و دفاعی جرگه وظیفه سپردند که تاثیرگذاری خیزش‌های مردمی و همچنان طرح را ترتیب کنند تا بر اساس آن قیام کنندگان در چوکات وزارت دفاع ملی تنظیم شوند و فعالیت نمایند. توزیع اسلحه از طرف حکومت به خیزش‌های مردمی خارج از چوکات دولتی غیر موجه و غیر ضروری است. وقتی که مردم میخواه زندگی کنه، طالب اجازه زندگی را برشان نمیته، اونا به خاطر زندگی خود سلاح برداشتن، به خاطر زندگی خود مبارزه کردن در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی. برتباط خیزش‌های مردمی، کمیسیون امنیتی، کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مسئول هستند که یک طرح آماده بکنند. در این حال بر فساد گسترده اداری در حکومت نیز انتقادهای شدید شد. وکلا میگویند که برآورد هزینه ساخت و ساز یک دیوار در گمرک هرات 424 میلیون افغانی شده است، در حالی که اعمار این دیوار 200 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. دیوال به ارتفاع 6 متر، فکر میکنی که یک دیوال بین دو کشور یا دو مرز است؟ 424 میلیون افغانی را برآورد کردن که در صورتی که او دیوال کمیال ایگایت تعیین شود بره بررسی کنه، شاید 200 میلیون که به مو نقشه و به مو برآورد که اینا کردن بالاتر نشود. آیا فساد کی میکنه؟ هم دا اوس هم مسئولین و چرواکی اخته دی لهر ادرس سخه غلاوی که پیسی چوری خارج ته انتقالی او خپل ژوند پاغه باندې جوړی. خشونت ها در کشور در مقایسه به هر وقت دیگر افزایش یافته است. این در حالی است که بایدن رئیس جمهور هنگام سفر رئیس جمهور غنی به ایالات متحده خواهان پایان خشونت ها در افغانستان شد و در عین حال این کار را دشوار خواند. عبدالله میگوید که سقوط برخی مناطق به دست طالبان پلان عمدی حکومت و امریکا نیست. رئیس شورای عالی مصالحه ملی هنگام سخنرانی به یک نشست خبری گفت که برخی افراد به این باورند که حکومت و امریکا قصدن برخی مناطق و ولسوالی ها را به طالبان واگذار میکنند، در حالی که این ادعا حقیقت ندارد، بلکه به پایان رسیدن حمایت هوایی نیروهای خارجی و خروج نیروهای خارجی تاثیرات خود را داشتند. این در حالی است که از شب گذشته به این سو میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان در برخی ولایات درگیری های شدید جریان داشت و در ولسوالی مقر غزنی یک بیز امنیتی با تصرف طالبان در آمده است. در این شب و روز برخی ولایات افغانستان شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان است و برخی ساحات میان حکومت و طالبان دست به دست می شود. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی که در قصر سپیدار به یک نشست خبری سخنرانی می کرد گفت یک تعداد افراد به این باورند که برخی ساحات و ولسوالی ها از سوی حکومت و امریکا بر اساس یک پلان به طالبان واگذار می شود، در حالی که این ادعا عاری از حقیقت است و این کار عوامل دیگر دارد. سوال پیش در ذهن مردم همی بود که یک برنامه قصدی از طرف حکومت و در جایی می گفتند که از حکومت و ایالات متحده امریکا است. با می شناختی که از وضعیت داریم، با معلوماتی که در قضیه داریم، خب واضح است که اگر خدا نخواسته برداشت ما همی می بود، بازی مسئولیت تاریخی خود در برابر خدا و مردم ادا می کردیم، می گفتیم همینطور یک وضعیت است.
عبدالله عبدالله میگوید یک جناح جنگ میخواهد که از طریق جنگ به قدرت برسد که این کار ناممکن است. در این حال وزارت دفاع ملی نیز میگوید قیام‌های مردمی در بیشتر ولایات به حمایت از نیروهای امنیتی افغان و بر ضد طالبان آغاز شده است و این قیام‌ها در هماهنگی با اداره‌های امنیتی صورت می‌گیرد. ال تروریسم سره د مبارزه په برخه کې د هیواد په ګوډ ګوډ کې د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو په خوا کې د عام خلکو دریدل او د دوی ملاتړ زموږ ځواکونو ته د لوړ مورال او همداراز دښمن ته د سخت ضربې رسولو لامل شوی دی. د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه ملی او بین المللي ملاتړ لري. د همدې ملاتړ پر بنسټ دوی به د افغانستان د ګوډ ګوډ څخه دفاع کوي. این در حال است که از شب گذشته به این سو چندین ولایت افغانستان شاهد درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان است که برخی ساحات و ولسوالی ها نیز میان هر دو طرف دست به دست شده است. اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند طالبان شب گذشته بر ولسوالی مقر حمله گروهی کردند که به دلیل عدم رسیدن نیروهای کمکی به یک بیز مهم در این ولسوالی را طالبان تصرف کردند. از کرکوت هم نیروهای امنیتی ارتش متاسفانه که بیس را تخلیه میکنند در ولسوالی واغز متاسفانه بیس در حالت تخلیه و سقوط میکند. طالبان مسلح سخت جنگ را شدت گرفتند و در این صورت باید حکومت مرکزی توجه جدی بکند. این اظهارات در رابطه با افزایش درگیری ها در کشور در حال است که بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی به هدف ارزیابی ولایت وردک به میدان شهر رفته است و هنگام سخنرانی خود تاکید کرده است که وزارت دفاع ملی با استفاده از تمامی امکانات تلاش می کند تا جلو تحرکات طالبان را در کشور بگیرد. وزیر امور داخلی پاکستان میگوید که خانواده های طالبان افغان در پاکستان هستند و زخمی های آنان نیز برای تداوی به این کشور آورده می شوند. شیخ رشید در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیو نیوز پاکستان میگوید که خانواده های طالبان در مناطق مختلف این کشور زندگی می کنند و حتی بیشتر اجساد آنان نیز از افغانستان به آنجا برده می شوند و سپس به خاک سپرده می شوند. شیخ رشید همچنان به یک نشست خبری در اسلام آباد گفته است که از طالبان افغان انتظار دارند که به طالبان پاکستانی اجازه ندهند که بر ضد پاکستان فعالیت کنند، موضوعی که با واکنش حکومت افغانستان نیز مواجه شده است. یک مقام ارشد حکومت پاکستان به سطح وزیر امور داخلی این کشور برای نخستین بار اعتراف میکند که خانواده های طالبان افغان در پاکستان بود و باش میکنند. شیخ رشید وزیر امور داخلی پاکستان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی جیو نیوز میگوید خانواده های طالبان افغان در پاکستانند. زخمی های آنان به هدف تداوی به پاکستان برده میشوند و حتی اجساد آنان نیز در آنجا به خاک سپرده میشوند. اصل مسائل یه که طالبان متوجه شود که مسئله اصلی چیست. مسئله این است که خانواده های طالبان و دیگران اینجا در پاکستان بوده باش می کنند. آنان در مناطق مروت، کوزدیر، بارکو و ترنول مستقرند. علاوه بر این بیشتر اجساد آنان نیز آورده می شوند. مجروحین آنان نیز در برخی از شفاخانه های پاکستان تداوی می شوند. شیخ رشید هنگام یک نشست خبری در اسلام آباد نیز گفته است توقع آنان از طالبان این است که طالبان پاکستانی را اجازه ندهند تا بر ضد پاکستان فعالیت کنند، موضوعی که با واکنش حکومت افغانستان نیز مواجه شده است. حکومت افغانستان در مورد این اظهارات وزیر امور داخلی پاکستان واکنش نشان داده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در صفحه تویتر خود نوشته است آنان اظهارات شیخ رشید را در رابطه با افشا کردن حمایت پاکستان از طالبان ستایش میکنند و افغانستان مانند شیخ رشید با پاکستانی های شجاع دیگری نیاز دارد تا بر ضد جنگ جاری در افغانستان اظهارات کند. من از وزیر امور داخلی پاکستان ستایش میکنم، شخصی که موضوع حمایت پاکستان از طالبان را افشا میکند. ما با پاکستانی های شجاع بیشتر نیاز داریم تا بر ضد حملات بر افغانستان صحبت کنند. با پاکستان که در طالبان و در مشرانو کورونه، کاروبار و جایدادونه، در طالبان و نظامی کمیسونونه، در دوی لپاره در اوسیدو ځای او روغتیایی اسانتیاوی او نور ډیر مسائل هغه څه دي چې د سیمې او نړۍ په کچه برملا شوی او وخت پر وخت پاکستانی چارواکي هم اعتراف تر شوی دي. غوره دا ده چې پاکستانی چارواکي
د دې اعترافاتو او متزلزل دریز پر ځای د افغان سولې په پروسه کې کوټلي ګامونه واخلي. در این حال وزارت امور خارجه افغانستان نیز با نشر یک اعلامیه گفته است تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی در افغانستان فعالیت ندارند و پالیسی حکومت افغانستان نیز این است که بر ضد تروریستان بدون تبعیض برخورد یکسان میکند و از پاکستان نیز توقع مشابه را دارد. تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی به هیچ وجه در افغانستان هسته گذاری نشده است و نه در خاک ما فعالیت دارد. این تحریک بر اساس پالیسی امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در کنار سایر گروه های تروریستی دشمن صلح، ثبات و رفاه در افغانستان و منطقه شناخته شده است و دولت افغانستان علیه این گروه تروریستی نیز مانند سایر گروه های تروریستی بدون هر نوع تبعیض مبارزه می کند. در افغانستان حکومت د سولې په تړاو رښتینې هڅې او اقدامات ترسره کړي دي. زموږ توقع د پاکستان څخه دا دی چې خپله اراده د سولې په هکله په عمل کې څرګند کړي. این در حال است که قبل از این عمران خان صدر اعظم پاکستان و در این اواخر شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه این کشور نیز گفتند که اگر جنگ های داخلی در افغانستان آغاز شود این کشور تمامی راه های پاکستان را در برابر مهاجرین افغان مسدود خواهد کرد، زیرا با گفته آنان پاکستان بیشتر از این امکانات پذیرفتن مهاجرین افغان را ندارد. وزارت امور خارجه میگوید ایران طرح نشست سه جانبه را به جناح افغان سپرده است. در اعلامیه وزارت امور خارجه آمده است که هنیف اتمر با ابراهیم طاهریان نماینده خاص ایران بر افغانستان دیدار کرده است. در این دیدار طاهریان در رابطه به سفر اخیر خود به پاکستان به اتمر معلومات داده و تاکید کرده است که روابط میان سه کشور باید تقویت شود. طاهریان در این دیدار طرح خود را در رابطه به کنفرانس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان و وزارت امور خارجه سپرده و افزوده است که برای به پایان رساندن جنگ جاری در افغانستان هماهنگی کشورهای منطقه ضروری است. اتمر نیز گفته است که افغانستان خواهان روابط خوب با تمام طرف‌ها است و انتظار دارد که روابط کشور با تمام کشورها تقویت شود. عبدالهادی ارغندیوال رئیس حزب اسلامی افغانستان میگوید که ملیشه سازی افغانستان را به سوی ملوک الطوایفی سوق میدهد و باید به عوض ملیشه ها نیروهای امنیتی افغان حمایت شوند. عبدالهادی ارغندیوال در یک مصاحبه ویژه با همکار مجعفر فیصل گفته است که ممکن مارشال دوستم، عطا محمد نور و قماندانان جهادی دیگر از این توطئه ها آگاه نباشند، اما ناخودآگاه در این دام گیر ماندند. و همچنان هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان مشکلات خود را از طریق مذاکرات حل نکنند، امکان دارد که پروسه صلح افغانستان برای همیشه از سوی استخبارات منطقه سبوتاژ و به نفع آنان تمام شود. هرچند حکومت افغانستان از تحرکات اخیر خیزش کنندگان مردمی بر ضد طالبان حمایت می کند، اما رئیس حزب اسلامی افغانستان می گوید خیزش کنندگان امروزی بر اساس یک توطئه بزرگ به هدف ایجاد ملوک الطوایفی در افغانستان ایجاد شده اند. عبدالهادی ارغندوال در مصاحبه اختصاصی با کابل نیوز می گوید ممکن مارشال دوستم، عطا محمد نور و قماندانان جهادی دیگر از این توطئه آگاه نباشند، اما اکنون ناخودآگاه در این دام گیر افتاده اند. عمومی وضعیت دسته ده چه به دی ملک ملوک طوایفی جور سی چه بیا اخ خلق چه دا پروگرامون جوروی اغوی په دیر آسانه کولی شي چې یو د بل خلاف استعمال کی او مهاری کی. نو دغه دی یو غلط توطیه پر بنیاد سره دا کار ده، که هم شاید مونږ جنرال صاحب دوستم یا استاد تا به دی جریان دغه سلسله نه خبر نه خو په غیر خداگاه پدی که لویگی. ارغندیوال وضعیت کنونی افغانستان را دشوارتر و هشدار دهنده می خوند، اما تاکید می کند که به عوض قیام کنندگان باید از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به معنای واقعی آن حمایت شود.
وی میگوید با گذشت هر روز دامنه بحران امنیتی در افغانستان گسترش می‌یابد، اما حکومت افغانستان برای کنترل وضعیت هیچ گونه تلاش نکرده است و حتی نتوانسته است در این گونه شرایط حداقل اجماع سیاسی را ایجاد کند. حکومت هم پکار ده چه به واقعیت سره اجماع ملی پسی لارشی. یو خواه خبری دی چه پا الفاظو کیگی خو پا عمل که نشته. اوس متاسفانه پا الفاظو که خبری دیر کیگی خو پا عمل که اغا خبری نشته. اجماع ملی نشته. سوکخانی نیدی. دا کم تحولات ار و رس چه منست رازی او کم تغییر و تبدیل و کم شیان چه منست رازی هیس دلیل ورت سوک نشی بیلی. رئیس حزب اسلامی افغانستان روابط افغانستان را با پاکستان همچنان مهم می‌خواند، اما هشدار می‌دهد که اگر حکومت و طالبان مذاکرات معنادار صلح را آغاز نکنند، هر دو طرف به زودی در دامنه استخبارات منطقه سقوط خواهند کرد. حکومت بندیم زغاق کام چه ار ورست چه تیریگی که تی صلح نکه ورست در بلا چه تیریگی تن مزدور و غلام کیگی تی مجبوری چه دی نور و خلق و خبری واوری د نورو خلکو د اهدافو په خاطر عمل وکي او هغه خواته هم زه وایم چې هره ورځ چې تیریږي ضرورتونه او مجبوریتونه تا دې ته رسوي چې ته هر چا ته لاس ونیسې راسې په لحاظ د خدای خپل ملت لاس ونیسې خپل یو بل لاس ونیسې د پردیو نه ځان خلاص کړي. عبدالهادی ارغندوال که برای چند ماه به حیث وزیر مالیه ایفای وظیفه کرده میگوید از وضعیت کنونی کشور معلوم می شود که رئیس جمهور غنی در امور خود تا چه حد موفق است. این نگرانی ها در رابطه به خیزش کنندگان مردمی در حال مطرح می شود که در این اواخر وضعیت امنیتی کشور شکننده است، ولسوالی ها میان حکومت و طالبان هر روز دست به دست می شوند و دامنه جنگ نیز با گذشت هر روز گسترده تر می شود. قیمت مواد خوراکی در بازارهای کشور به گونه بی سابقه افزایش یافته است. شهریان کابل میگن که با بلند رفتن قیمت دلار بهای مواد خوراکی و مواد سوخت در مقایسه با یک هفته گذشته بلند شده است که این کار آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. در همین حال اعضای ولسی جرگا میگن ایجاد موانع در برابر تجارت کار پلان شده به سطح گسترده است. این در حالی است که در نتیجه جنگ در شمال افغانستان به شمول بندر شیرخان برخی مناطق تجارتی و بندرها نیز میان حکومت و طالبان دست به دست می شود. بلند رفتن ارزش دلار در برابر پول افغانی. قیمت های مواد خوراکی در کنار مواد نفتی نیز به گونه‌ای بی سابقه افزایش یافته است. روز دوشنبه در بازارهای کابل یک دلار به 7933 افغانی خریداری می شد. شهریان کابل میگویند که همزمان با بلند رفتن نرخ دلار قیمت مواد اولیه نیز افزایش یافته است و مردم عام توان خریداری آن را ندارند. آنان از اداره های مربوطه میخواهند تا قیمت ها را در بازارها کنترل کنند. خوراکی تو که طول که متشوی مشکلات سه مخلوق مخامخ دی نیشی خسته دیر خلق پیسی نلیری آجزانان دی زیتی پسی وازی خرابی دی نو داغ غوار و دوشان و تایزور نرسی و سه کارزان اشیده بهتره بی نواقعات نرخ دیر پورته دی دی دولت نمهیل ده چپ نرخون باندی باید کنترول ولیری سوارم خلق راگری در دی هرش نرخون باید که در نگواری نوله خسته شی دبا دی دولت خواهش کی چی باید دیگه کنترول این چیده که توجه و تاوکو طول غریب خلق دیا. فروشندگان مواد خوراکی شهر کابل میگویند قیمت‌های مواد اولیه در هر یک سیر و بوجی بیشتر از 100 افغانی بلند رفته است و آنان ناگزیرند که این مواد را با قیمت بلند بالای مردم به فروش برسانند. یوه بوجی وړه و مخکې مثال په 1400 په 1400 اوس په 1400 افغانی دغه نن د ما خپل مال په هغه کې ایراتونو کې نه دی ګمرک شوی د بیا امنیتۍ د وجې ده په د ټولو کې غوړ ډېر لوړ شوی دی وړم دغه د مخ په جګې دو دی اوس نورم جګ شوي دي او هر دغه ولیه مواد لکه لوبیا ناخود او میو دا شیان ټول جګ شوي دي د هغو وخت نه یعنی هر و په منه کې 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ حتی تر 200 روپۍ فرق یې کړی 950 روپۍ ته یو من لوبیا وه په 1500 روپۍ هغه لوبیا رسېدلې 250 روپۍ ته یو من ناخود و 1500 روپۍ هغه 800-250 پورې رسېدلې دي. در این حال رانندگان موترها می گویند که بلند رفتن قیمت تیل آنان را با مشکلات جدی مواجه کرده است و می افزایند در یک هفته گذشته 10 افغانی در قیمت یک لیتر تیل افزایش آمده است.
دا اوس په 500 روپۍ دراو د پارځ کې هغه چیو د داتسو شپږ د پلاس شپږ کې د څلوي ختنه ورغلا 500 تا ورسده هم دا خپل یو غټ مشکل دی کنه او په دوه وضعیت کې دایمه اقتصاد نشته دیم نه هم کور دی بده کې یو روپۍ نشته پیدا کیه ټول به کور پروس کول نه یو په دوه پورته شوی دی پروسه دوه وخت کې تل درې دې شپۍ یو یو دې شپۍ خو اوس د مونږ لاندې درې ساعت څلور ساعت مایزل دی. این در حال است که در نتیجه شدت جنگ در شمال افغانستان به شمول بندر شیرخان برخی ساحات تجارتی و بنادر نیز میان طالبان و حکومت دست به دست شده است. اعضای ولسی جرگم میگویند ایجاد موانع در برابر تاجران کار پلان شده به سطح گسترده است. کشورهای حامی طالبا نخواسته که فشارهای لازم را وارد بکنه تا گروه طالبا که یک طرفی امضا کننده توافقنامه با آمریکا است، اینا از تخریب شاهراها دست برداره، شاهراها را بند نکنه، مواد ارتزاقی را بروی مردم افغانستان بند نکنه و همچنین بنادر را برای تجارا مشکل ایجاد نکنه. مطلی در مختلف فنومونو بانده داری کاروباری اونا پیسی اخلی، رشبت اخلی، اخازی، ناروا، نو در طول دادی لاملکی گی چی در خور باندې منفی اثر وکړي. نو په دې کې ټوله پلچې د حکومت پر رهبری ده، ځکه دوی چارې هغه چا ته سپارلې چې هغوی خپل وظایف په صحیح توګه سرته ورسوي. این که اداره های مربوطه چرا در این بخش اقدامات جدی نمی کنند و عامل افزایش قیمت ها چیست، در این رابطه سخنگویان وزارت صنعت و تجارت به پاسخگویی حاضر نشدند. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 1407 واقعه مثبت ویروس کرونا به سطح کشور ثبت شده است. به گفته این وزارت در همین مدت 64 فرد مبتلا به این ویروس جان داده است. بر اساس معلومات اخیر وزارت صحت عامه تا اکنون شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 117158 و شمار شفایافتگان به 4514 تن رسیده است. وزارت صحت عامه از اتباع کشور می‌خواهد که برای جلوگیری از گسترش موج سوم و خطرناک ویروس کرونا بر راهنمایی‌های صحی توجه جدی کنند. با ادامه خبرها خوش آمدید. اکنون هم خبر از خارج از کشور. امریکا میگوید در عراق و سوریه بر مراکز افراد مسلحی که از حمایت ایران برخوردارند حملات هوایی کرده است. وزارت دفاع امریکا میگوید که آنان در مناطق سرحدی عراق یک جا در خاک سوریه و یک جا در خاک عراق بر آن مراکز افراد مسلح حملات هوایی کردند که ایران آنان را حمایت میکند و آنان برای این کشور میجنگند. سخنگوی پنتاگون میگوید که این حملات بر اساس راهنمایی‌های مستقیم رئیس جمهور بایدن صورت گرفته است و هدف این حملات تخریب این مراکز مسلحانه و انتقام حملات بی پیلوت اخیر بر قرارگاه آمریکا بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در این حملات این مراکز و ذخیره‌گاه‌های اسلحه تخریب شده است. ممنون که بیننده خبرها از کابل نیوز بودید. همچنان برای مشاهده بیشتر خبرها و برنامه های کابل نیوز صفحه فیسبوک و تویتر کابل نیوز را نیز دنبال کنید. شبتان بخیر. خدا نگهدار.